الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران اسلامی مسلمانان محترم همتون به خانه خدا خوش آمدید پروردگار سنت ها را برای ما و شما مبارک کنه هم شب جمعه شب سرتاپا رحمت شب سرتاپا دعاها قبول شبی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یه روز پیش این روزه گرفتیم برای چی؟ برای که هر هفته این شب عملای ما پیش خدا برده می شود پیغمبر دوست داشتیم که عملشون چی باشه؟ روزدار باشه برای همین این روزها روزهای سرتاپا هم نعمت های و هم رحمت های این ساعت ها را از دست نتیم رسیدیم به آیه مبارکه رقم 265 پاره سیم قرآن سوره بقره بحث و مناظره من آیه های اقتصادی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الله جل وعلا شأنه در این آیه های مبارکه به پیروان دین حق امتان رسول الله امر میکنند داستان آن کسانی که مالها شانه برنامه های تجارتی شانه در حالتی که نفقه و احسان میکنن مقصد چون همینه که خدا راضی باشه در کجای برادرها دینی ما به کمک یاردم نمیشده تاجری بانک داری کشور داری تجارت داری مغازه داری چیزی که هست نیست وقتی که تو ثروتمندی میخواهی که همون را برار یکان نفقه و یا کسا کمک کنی خیر کنی یا حق مهونه شده یکم باید روزگی خدا را به دست بیاری مقصد چی باشه عزیزان؟ خدا ای همین عمل تو باید روزی باشه یکم من همین نمیگم دویم و تثبیتن من انفسهم نفس چیزی بده چی به انسان ها زکات نمیتیم چی به انسان ها صدقه نمیتیم چی به انسان ها خیر نمیتیم چه به انسان ها معاش مردم مه با مه نمیتیان چه به زیر دستاشون کار میفرمان حقشون نمیتیان همه این نفس ها ریشه همین چی بده عزیزان؟ نفس این همین نفس هایی که حق یکس از ظلم میکنی وقتی که روزگی خدا باشه میگه نفس ها آرام میگیره چی به تو باور داری آخرت دار هر کسی که در آخرت باور داره به نفسش آرام های همین حقه یا نه؟ باور داری که وقتی که زن تنان میتهی سوابه بچه تنان میتهی سوابه پدر تنان میتهی سوابه مادر تنان میتهی سوابه بالایی هر زیر دستی که در تای دستی تو کار میکنه او را نان میتهی سوابه بالایی هر همسایه که فقیره تو او را دستگیری میکنی سوابه اسلام همین گونه دین عزیزا تثبیتن من انفسهم نفسای آدم ها آرام میگیرن نفس چیزی بده خیلی انسانی در کاری که فوندی نفقوی داشته باشه خیلی انسانی در کاری که یک ماده یک مراتبه نفقه داشته باشه خیلی انسانی در کاری که مسئله نفقه واجب و سنت و مستحب و مباح شناسه خیلی انسانی در کاری که معاش کارگراشه معاش زیر دستاشن وقت و ساعتش خیلی براورده تیه این در به نهایت یکم روزگی خدا را به دست آورده نه که باید از خدا روزگی را طلب کنه که این کار خدا مرا یاردم که دویم تثبیتن من انفسیم باید نفس تا آرام کنی نفسی تو بس کنه پلیدی را آخه تا که اینقدر فریب میکنی تا که حقی مقصد دیگر زیر دستا میخری تا که در حقی و یا ظلم میکنی توکای بایی را فریب میکنی توکای از
معاش او میپوچی و به جام میکنی. خیلی آدم درکاره که نفس چلا جام زنه. دنیا را یکم چی کلید میکرده؟ کسی که روزگی خود را به دست نبیاره. دویم نفس. دو چیز برادر را آدم قشاق میکرده. دو چیز انسان ها را به معاش میکنه. از نقطه نظر نظام بانک اسلامی نفس باید لجام زده شود. نو بسط کسی هستی نیستی. صاحب مال خدا های. صاحب این کانهای دنیا خدا های. صاحب این کوها خدا های. صاحب این تجارت خدا های. ای نقطه نظر دین اسلام. ای نقطه نظر دنیا نه. ای نقطه نظر دنیا همه غصب میکنه، غارت میکنه، میدزه، چخیره کنه، کردن میگیره. اما خدا میگه نه، ای نقطه نظر دین همه این راهبر کیه؟ همه جده راهبر کیه؟ همش این ای خدا های، باید روزیگه او رو یکم به دست بیاری. دویم نفس، نفس باید لجام زنی. داستانش چیه میگه؟ خدا میگه مثال میبیارم. که مثلی جنتین بی ربوتین. داستان انمین گونه آدم هایی که یکم به خاطر روزیگی خدا آدم را یاردن میکنن، دویم نفساشون را لجام میزنن. اینا مثل یک باغی هست که در یک بلندی، ربوه گفته بلندی را میگن. و اصابه ها وابل، اونها در یک چی میرسه؟ باران میرسه. چقدر میوه های دوچند زیاد میتین. اگر باران برای اونها نرسه، برای اونها حتی یک شبنم و شک میرسه. پروردگار به آن عملی که شما میکنه بینا های. هر کسی که در دادن، در بانک، در نفقه مردم دادن، پنسه مردم دادن، خیر دادن، عزیزا یکم روزگی خدا را به دست بیاره. دویم نفس شلا جام زنه. این همون باقی هست که همیشه در باران های برکت اومده است. اینجا داستان باغ از دست خدا. جنت چی را میگن عزیزا؟ جنت، جنت همه این از همه کلمه جنه گرفته میشود. از کلمه چی ریشش؟ جنت به معنای چی؟ به معنای پوشیده. جنت باغ پوشیده، یعنی که جنت یک بوستان بوده که از چشم ما پوشیده بوده. فخر رازی گفته که زمینش پاگیز از سبزه بده است که مثل قالینگی دنیا خاک نمیتافته است. بعضی حالات ها در کارتینگ ها میبینه که همین خیلی بوستان ها را سبزه پیچانده رفته گیه. زمینی به هیچ خدا نصیب ممکنه باشه هم خیلی بده است. دویوم جینم از همین کلمه گرفته میشود به معنای مخلوقی پوشیده. جنین هم همین معنی را داره. در درین شکم اوچش بچه هک بچه شدگی باشه، در درین شکم اوچش باشه، او را میگه چی؟ جنین. یعنی که در درین شکم اوچش پنهان هست. یک انسان وقتی که دیوانه شده چی میگن عزیزان؟ مجنون. یعنی که عقلش پوشیده. همه همین کلمه ها از ریشه جنه میبیاید. چیزی پوشیده. داستانی اونها مثل یک بستان و باغ پوشیده هست که در یک ربوه های. در یک چی های؟ ربوه. ربوه چی را میگن عزیزان؟ تپه بلند. اگر شما دیدگی باشین یک تپه بلند باشه، باران ریختن گیره، آب زیاد هم در پالیز زراعت با ضرر داره عزیزان، با همون زخم میزنه. بلندی اون آب را میگن که در او میزنه چلی در کارش محصولات میگیره، پس مادش ریخته میرود. در همین خیلی جا محصولات چقدر شروع میشود، چقدر زیبا میشود وقتی که آبریز باشد. از این معلوم میشود که هر کسایی که روزگی خدا را به دست میآوردیان، نفساشون لجام میزدیان، اینها یک نوع باغهای پوشیده بارین بدیان که در تپه های بلند اینها را آب و سیل ضرر نمیکنن، اینا حفظ میشون. میگم این خلجادم میوه یک نه دو چند میتیا، تا نه دو تون میتیا، دو تون چهار تون میتیا. اگر باران هم نباره میگه بعضی زمین های هستن که اونها شک میبره،
شک میوه را زیبا میکنه. هر کسی که در وقت دادن نفقه چی در زیر دستش، چی در خانهش یک از کار میکنه، چی زنش، چی فرزندش، چی پنسخراده، همه ای حالده اگر روزگی خدا را قطعی نفسش سرشته کنه و روزگی خدا را همیشه به دست بیاره، اینها باقه های بدین که همیشه شک و باران درش بده، اینا قاق نمیشه دیان، چی به اینا بانکرات میشن، چی به اینا را قرسان میزنه باقاشا رسوا میشه، چی به دیگر انسان ها پل و مال اینها را صاحبی میکنن، برای که کار یکم خدایی نیست، دویوم نفس سرشته نیست. چی برکت زیاد میکرده کاری خدا، چی برکت زیاد میکرده نفس سرشته کن عزیزم. وقتی که تو سردار املاک مردمی، وقتی که تو سردار بیت المال مردمی، وقتی که تو یک سردار هستی که در زیر دستی تو هزارها و صدها نفر آدم های میلیون ها نفر آدم های عزیزم، وای ایت نیست، او ایت نیست، همه او املاک مردم ایت نیست، اون بوجه ایت نیست. تی گمان نکن نفس تلجام زن. ابو هریره آن صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در زمان فاروق اعظم حضرت والی میمونه، رئیس ولایت میمونن. حضرت عمر میگه که پیشکی پاکیزه پل و مال هر کسی را که وظیفه میداد حضرت اول حساب میکرد، سند میکرد، به وظیفهش میداد. وقتی ای وظیفهش میگیریم همون سند نگاه میکرد، چیزی که داشت همون را میداد، چه پس موندهش میگیریم. امیر المومنین یعنی خیلی انسان بود. بعد از اون وقتی که ابو هریره را گفتن که ترا والی میمونیم، حضرت میگه گریه اکر. گفتن چی با؟ گفت اکنون من شما راهبر دوزخ میمونیم. گفت سبب؟ پیغمبر خدا گفت کسی که با املاک جمعیت بازی میکنه او با دوزخ بازی داره. کسی که در یک دانه املاک جمعیت خیانت میکنه با دوزخ بازی داره. شما من اکنون با دوزخ روبرو کرده. سند زندگیش حساب میکنه، پیشتمه بیارن، میگن این امر امیرالمومنین است. میگه امر امیر واجب است که من میکنم، لیکن شما من به وظیفه کلان وظیفه دار کرده. میترسن. برای همیو عزیزان در سر یک کس راهبر شدیم هممون احتیاط شویم، در سر دو کس راهبر شدیم احتیاط شویم، در سر سه کس راهبر شدیم احتیاط شویم. راهبری حاصل نیست. نه ترسیده امروز پول جمعیت میخریم، نه ترسیده پول جمعیت قدی فرزند کلام میکنیم، نه ترسیده پول جمعیت قدی لباس میپوشیم. و تثبیتا من انفسهم، یکم خدا راضیه ده می کارد، دویم همین نفست اداره های با کاری دولت چقشم، با کاری جمعیت چقشم، با پینستشم، با رئیس جماعت شم، با چیزی میشه بشم، با اون شرط خدا راضی باشه و نفست. این نفس عزیزان میگن وجدان، وجدانت میبرداره که حقی ترا بخرم. شو حقی یک کسی خیانت میکنی، وجدانت میبرداره که حقی کاری ترا قیچی کنم، چون حقی یک کسی قیچی میکنی بنا حق. وجدانت میبرداره میگه انا اینه، میگه نظام بانک اسلامی. هر آن انسان هایی که الله هر روزگیش به دست بیارم، دویوم هر آن انسان هایی که وجدانن آرام باشن، این انسان ها مثل باغی هستن که میوه های اینها چهار فصل هست. انا بوی، انا بوی گره میشه زمین، انا برکت میشه و زمین، انا پیش میروه، انا پیش روی میشه. همه این برادرها ای خدا نترسیه، چون آسمان نمیبوره، چون زمین حاصل نمیتیه، چون کیسه ها پلش فیض نداره، چون زندگی ها من برکت نداره، چون دسترخان ها من نونی ساز نداره، چون ای زندگی من آسودگی نداریم، برای که خدا راضی نیست. خدا که راضی نباشه ای کجا پیشکاری ما هوی شود؟ مسلمان ها باید راضیگی خدا را به دست بیاره. ما چیکار داریم با مسیحی یهودی؟ ما چیکار داریم با بت پرست، با هندو، با چین؟ ما چیکار داریم با او؟ ما مسلمانیم، ما مسلمان زاده ایم، ما باید راضیگی خدا را یکم به دست بیاریم. دویم چی بدهی برادران؟ نفسامون را سرشته کنیم، نفسامون را لجام زنیم.
نفسامونه کارایی را که امروزه مسلمانو در مسیحی یهودی ها نشان دادن که یکشان حیران بودن. اینا یاد گرفتن نمی فایز خریره ایمو. اینا یاد گرفتن ظلم ایمو. اینا یاد گرفتن انمی میونه روی ایمو. اینا نمی دونستن بسیاری انمی کارای افلاس انمی مسلمان زاده های ما نشان دادن. این خیلی نبه، در این سطح نبه. انمی اینا نشان دادن. اینا یاد گرفتن امروز انا همه را دفع کردن خشان کرده سن کارو را که. برای همین عزیزان ما مسلمانه چی کاری را که میکنی یکم راضیگی خدا را به دست بیار. خدا راضیه کاری تیونی. دویم نفسا لجام کن میگم. این نفس لجام نکنی برادارا امروز همه ای کار میکنی. این نفس اگر اداره کرده نشه همه ای کار به میان میبیایا. بسیار در املاک جمعیت احتیاج دارن در کاره. بحث نامون امروز سر شد برادارا. خب دوازده چیز برای هر یک مسلمان ضروری در وقت خوراک خوردن. با درسای اخلاقی هم در کاره. چند چیز در کار بدن؟ دوازده چیز. هر یک مسلمان در وقت اوقات خوردن دوازده چیز باید رعایه کنه. طبق حدیث و قول بزرگای عالم اسلام. چهار تای این واجب بدن، چهار تای این سنت بدن، چهار تای این آداب بدن. آن چهار تایی که واجب بدن یکم مسلمان اوقات شدانه که ای کجا خوردسته؟ از کدام سرچشمه ای؟ در خانه ای که خوردسته؟ از کدام مبلغ خوردسته؟ سرچشمه ای او از کجایی که برای تو اوقات آورده؟ قرآن گفته این استعیذ بالله فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید خوراکش نظر کنه که ای کجا؟ عزیزم خانه فایز خرده نره خوبترش. همه عرق میفروشن میدونه که پل شبهه کوشش کن دعوت هم کرده باشن رفتم هرچی نخه دعوت ها بجا بیار میدونه که نمولی هوای حرام های به شکمسری نخه حق داری یک پیاله آب شا خوردن در علما گفتیم حق داری یک میوه چشیدن در علما گفتیم حق داری واجبیت بجا بیار یکی خانش درایی سلام علیکنی گویی کار دارم قرآن گفته که مسلمان باید دانه که اوقات شکجای اوقات اگر ندونی حلق افلاس باشن نماز قبول نمیشه عزیزم دعا قبول نمیشه دویوم انسان همین روز چی ریسقی که در پیشش میمونن باید خرسان باشه یک پیاله شربا میرسته یک پیاله آش میرسته یک دانه نان میرسته یک دانه خوشه انگور میرسته مسلمان باید راضی باشه عزیزم اومی سلامه گفته با رسول الله زندگی کردم لا عیب طعاما یگان بار ندیدم که اوقات عیب گرفته باشم یگان بار ندیدم که دستر دسترخوان جنجال کرده باشم نان غیجی نان خری رسول الله را میدیدگی آدم عاشق میشه هم که میگه نان خوش رو میخور چیزی که نمی فاری چه میگه یک نیمه میمون حتی با یک پیاله آبی سلقین هم قناعت میکرد کنی این اخلاقی رسول کنی این اخلاق رسول اکثریت جنگ ها دستر دسترخوان میشه امروز خصوصا خاندان های مسلمان ها اکثریت جنگ مسلمان ها امروز دستر دسترخوان یا با فرزند چه با زنش پیغمبر ما میگه با یک پیاله آب قناعت میکرد مسلمان باید خرسان شد و چیزی که بالای دسترخوانش نمیبیارن پیغمبر خدا گفته خیر و طعام ما حضره بهترین طعام همو طعامی هست که یکم پیش شما میمونن شد چی وای میوه های چی وای قنده چی وای شکره چیزی که نباشه همین یکم موندن اول برای شما بهترینه سیوم پیش از دسترخوان کشادن دست دراز کردن مسلمان بسم الله میگه این واجبات ایمان بوده چهارم هر یک نعمت خدا را میخری عزیزا شکرش به جا بیاری شکر دندان شکر زبان شکر نفس شکر این تعامو از یک خاک بمزه ایقا چیزی بمزه همه همین از یک خاک بمزه علما در یک زمین آورده هستن 1000 کیلوگرم خاکم تربزه کاریدیم خربزه کاریدیم لیمونه کاریدیم تمام انواعی در اینجا مقصد پالیزی را کاریدیم بعد از 1000 کیلو خاک همینا محصولات داده محصولات ها را خوردیم پیش چیندیم با همین خاک وزن کشیدیم 1000 کیلو برامده
هزار کیلو خاک، هزار کیلو تربوز داده، هزار کیلو خربوز داده، هزار کیلو لیمون داده، هیچی نشده، همه خاک است داده. لیمون ترش ای، تربوز خربوز شیرین ای، زنجبیل تیز ای. اینا خدمتی عزیزو، این نعمت را شکر کن در کره. آن چهار چیزی که سنت ای، یکون پیش ای اوقات گرفتن باید تهارت داشته باشیم. خواهیم که خوراک ما برکت شما، پیغمبر ما اوقاتش با تهارت میخورده. مسلمان باید تهارت داشته باشد. مسلمان باید خوب سنت بده که اوقات با تهارت بخوره. خوردن طعام عبادت ها. برای که جان ما قوت میگیره. حفظ سلامتی واجبات ها. دویم عزیزا، به طرف چپشی نگفته. قلبشن در بالای پای چشم چپش تکیت یه. پیغمبری ما انا میخیل میخورد خوراکا. چارزانه نخری عزیزو. چارزانه که خورده دیگه همی خیلی میخوره جمیده نمیتونه. پیغمبری ما همی طرفی چپشه در بالای پای چپش میموده میگه. میجقید میگه اینجا را میجقید. این پاشه راست میکرد. بعد میخورد. با سه انگوشتش میخورد. سه انگوش علامتی کمخریه. چیکار پر کرده که خوردی با مشکمم دم میشه و نفس هم میگیرم. برای همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سه انگوش، حدیث پیغمبر های با سه انگوش میخورد که کم بخوره هر چیز. چهارم رسول الله انگوشتاش هر یک تیکت میلسیده. لسیدن انگوشت هم سنت رسول الله بوده. افقاد تازه کرده خوردن در کره. لسیدن چلیکو سنت بوده. آن چهار چیزی را که علما آداب گفتن، یکم اوقات از پیش ختان خوری، دویم گفتن لقمه هاتون میده میده خوری، کلو نخوری. عادتی بزرگای ما همین بوده که لقمه هاشون میده میده میخوردیم. سیوم گفتن خوراک میده کرده خوی، زیرا که کسی سراسیمه خوره کسل میشده است. چهارم عزیزان، در وقت خوردن به هیچ جا مسلمان نظر نمیکنه، فقط کاسش در نگاه میکنه و خلاص. این اخلاق آداب طعام خوردن برای هر یک فرد مسلمان است. مسلمان در وقت خوردن خوراک با کسی تان گپ هم نمیزنه. یکمش همین چهار کتاب خدا رحمت کنه صاحب شن، خوب مسئله خوب آوردگی بده. چی به امروز مسلمان ها اخلاق و آدابشان خیلی ضعیف های؟ برای که این کتاب ها خفا موندن. این کتاب ها اول تربیت می دادن. بعد خدا شناسی را نشان می دادن. بعد پیغمبر شناسی را نشان می دادن. اول اسلام دین اخلاق های. تربیت باید ما داشته باشیم. برای همین عزیزا، این دوازده چیزی که ما بیان کردیم هر یک تیمود واجبات سنت رسول الله های. باید این چیان باشه. همه این برای ما دستورات اخلاق های. الذین این مکنناهم فی الارض اقاموا صلاة و آتوا زکاة و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. آن کسایی که در این زمین راهبران در سری یک کس یا دو کس، آن کسایی که در این زمین در خدا میگه ما برای اونها قوه و قدرت بزرگی دادیم، اونها گمان نکنن که اینا از پدراشان آمده بود، این را ما دادیم شنو میگه خدا. ما اینا دادیم این راهبری را، ما اینا دادیم این نعمت ها، ما اینا دادیم این فتوحات ها، ما اینا دادیم این برکت ها. خدا میگه ما دادم همه شد. دادن همه ای چیز در اسلام ای جانبی که بده عزیزا؟ خدا. هر کسی ده که من اینا دادم، هر کسی ده که من اینا بخشیدم، هر کسی ده که من راهبر کردم، امام کردم، پیشوا کردم، اگر او مسلمان باشن سه کار در زمین بیاره گفته. یکم برای زیردشتاش چی بیاره بمیان؟ مسلمان وظیفه‌ش نمینه. یکم نماز می بیاره ایم. عزیزا، یک کس در راهبری، صد کس در راهبری، صد میلیون در راهبری، وقتی میگی من الحمدلله مسلمانم، باید برای مردم نماز بیاری. دویم، اینها کسایی هستند که
برای بینواهای زردستشون چی میتیم؟ پنسه هاشون رو جاش نمیتیم، ماه با ماه معاش میتیم. اینا دستگیری میکنن بیوزان هاشون، اینا دستگیری میکنن یتیم هاشون، اینا دستگیری میکنن ضعیف ها، اینا دستگیری میکنن بیچاره ها، اینا نفقه میتیم. وقتی که راهبر از جانب اسلام یکم وظیفش انمیم بده، یک هست راهبری یا صد میلیون ده وقتی میگه من مسلمانم، دویوم باید بانک و فاندای نفقوی تجارت کشایی که بینواها سیر شوند، کمبغل که سیر که شد وضعیت تنج میشوند. همین آدم سیر باشه چرا کلید میکره خونه شوخی؟ کلید کی میکنه؟ کلید آدم میکنه گشنه، آدم گشنه شد به سواد میشوند، به سواد کشید او هم یراق میگیرم کارچه میگیرم هم ایچی میگیرم. آدم سر باشه هیچ کار نمیکنه. سیوم انسانی که وقتی او راه برای باید به میان بیاره یک بعد از این چرا امر معروف و نهی منکر. انا اینه میگه حکمت خدا در زمین. راهبری عزیزم نماز خوان که زیر دستاتا، راهبر عزیزم نفقه زیر دستاتا ته، راهبر عزیزم امر معروف و نهی منکر شون که خودت کردن نمیتونی یا علمی دیگر را بیار گاو زنشون. امر معروف چه گپای خوب، نهی منکر چه ای کارهای حرام و افلاس و بد اخلاقی به معنی مردم گردون. وظیفه هر یک راهبری که در این زمین هست میگه من مسلمانم، انمی سه چیز میگه خدا در سوره حج. بعد از این میگه الله فتحنا علیهم برکات من السماء. اگر شما این سه کار کرده میگه من ای آسمان میگه رنگ جالا و باران برکت میریزم. برکت از جانب کیه؟ از جانب خدا های. اینی کارا را که نمیگه من میگه قاب قاب پولتان میتیم، علیمان را میتیم تانا میگه، زواداتان آباد میشه، فابریکاتان آباد میشه، مچیتاتان آباد میشه، پیش میره میگه شما بلند میشه در جامعه. قسم به خدا آدم دانا امر معروف میکنه. امر معروف های که میگه که ظلم نکه، امر معروف های میگه که خونه یکی دزدی ندرو، امر معروف های میگه که پدر و مادر ته حرمت که. من دینه نشان داد بچه ها که 22 ساله در کشور اخمان پدرش 7 کار زده کشت، 22 ساله بچه ها آتش وحشیانه کشت. این علامتی همش چی از امر معروف هنه اینه به دنیا میبیاره که نکلی کار آره. برای نامین ظلم، تاریکی، جهالت، مکتبای ابلیسی همش ای بینمازی و ای گشنگی و از بینصیحتی می شود. باید این چیا باش عزیزا؟ این حضرت امام غزالی در کتابش آورده. در کتاب چی؟ در کتاب مملوک. هر کسی را که خدا وظیفه می تیه سری یک کسی میگه راهبرش میکنه، انمی سه کار جاری کنه میگه خونشتا. چه آیلش ده باشه، چه کنتارش ده باشه، چه ساختمانش ده باشه عزیزم، کجایی ده که نباشه. او میگه از آسمان میگه برکه ها ده زندگیش میبیم. اللهم ربنا آتینا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علا اصحاب الاجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سفر راست گیره تلفن.